این پیک ویسپ اسلارک جالب، همون اول کشیدن. بعد ببینیم که بچه وینتربرگ کانترش میکنن یا نه، چون وقتی اینجوری آف این اولین کانتر دیسرابتر، اولین کانتر هم بر جلوی آیو فوق العاده است به خاطر گلیمپس ریلوکیت و این داستانا، هم جلوی اسلارک فوق العاده است که حتی تو شیشو همه چیش هم میگیرتش، پانس نمیتونه بکنه بیرون. بعد تا اینجا فوق العاده است، ویژن هم میگیره یکش از اسلارک. ببینیم حالا کانتراشونو چجوری کانتر میکنن برای بچه اجدر. اوکی اینم دومین کانتر تا اینجا. خیلی خوب پیک کردم وینتربر، هم ناگا جلوی اسلارک فوق العاده است، هم دیسرابتر. ناگا جلوی نایت استاکر هم خیلی خوبه، دوست داشتم پیک ناگا رو، خیلی دوست داشتم. ناگا از آرام ندیدم تا حالا، خیلی کم دم آرام ناگا بازی کنم. ولی خب فیز دوم وینتربر رو خیلی دوست داشتم، اینکه چون زود اسلارک رو کشیدن باید تنبیه میشد دیگه. الان ایوی استان هم شیکر هست جلوش، هم دیسرابتر هست ایوی کنترل جلوش، هم اسلیپ ناگا هست. برای اینکه اسلارک رو بگیرن خیلی چیزا دارن. حالا فقط یه دونه پیک چیز میخواد وینتربر، الان فقط یه دونه پیک تانکی میخواد که بره جلو. وایپری، نمیدونم دراغونی، نکروی، نمیدونم هرچ. ونج هم دارن ولی ونج اونجوری فرانت لاین نمی کنه. ونج آف لین درست تانکیه ولی فرانت لاین به اون صورت نمی کنه. و اما پیک آخرشون رو ببینیم که ساپورتاش رو که کشیدن مونده سولومیدشون. سولومید لشراک و تینکر رو بین کردن، گفتن گذاشتن هرچی خواست بکشه. وایپر جلو ناگا خیلی خوبه و ترک تارگتیه که ناگا تور کنه، وایپر یه دو میندازه روش، ناگا دیگه خیلی کم دمیج میده بهش. وایپر خوبه. یه هیروی ایوی ماجیک دمیج. امبر چطوره؟ امبر بنه. وید سپیریت امبر کلن اینا خوبن، امبر وید سپیریت اینا جالبن، همشون هم قابلیت داج دادن گلیمس و اینا رو دارن. بعد امبر کشید دیگه. آه وایپر من بود، اوکی. آره دیگه این ور پاندا اسف کشید. اسف اگه بره اون تو اون فاز دراگون لند سنگش سنیتینیک بی کی بی اینا خیلی خوبه، میشه همون فرانت لاین وینج فول هم که دارن، بونس دمیج و اینا رو بهش میده، بعدش نیست. اگه بره تو مایه های اسف اتکر تانک پیک خوبیه. اسلارک رو با چی میشه کانتر کرد؟ با هر چیزی که روت ویژن بگیره، رو اسلارک ویژن بده و با هر چیزی که بتونه بدون اینکه تارگتش کنه بگیرتش، مثل سی دیسرابتر، مثلا همین شیکر تو شیشه اسلارک همه چیش کار میکنه، میتونه نگهش داره، مثل ناگا عالیه. میگم پیکاشون همشون خیلی خوبه جلو اسلارک. یا مثلا لشراک که هم تو شش میتونه بگیرتش هم دمیجش همش. یه پیام دارم برای پارسالی. یه پیام دارم برای I am Magnus. I am a genius. آره. I am a genius. مرسی عزیزم. واسه دونیتت. پاگیز. خب اینجا دارن چک میکنن ببینن ویژن داره یا نه. ابزرویشن اینجاست رادیانت. اگه اینجا سنتشی بکنن اینجا امبر پینگشو داد که واردی چیزی هست احتمالا. سنتشی این ور کشتن، کمپ رو بلاک کردن، کمپ امبر رو بلاک کردن. امبر کلن جلو اسف ضعیف، لینینگش تو لاین خیلی ضعیفن.
اینور هانتر اصلا نرفت برای رون. یه دونه رونو گرفتن، اینور یه دونه رون اضافی گرفتن. 3-1 بود. پاندا هم با 3 تا مانگو، 2 تا برنج، باتل راش. این ویو اول خیلی مهمه. دادا مریض شدی؟ نه، یه یک ساعتیه که از خواب بلند شدم. بعد چون حرف نزدم تو این یک ساعت، صدام همچنان بمه. یه ذره طول میکشه تا باز شه گلوت وقتی از خواب پا میشی، خصوصا وقتی حرف نمیزنی. یه توضیح راجع به پیکا میدی؟ توی پیکا من دادم خیلی زود آیو اسلار کشیدن اینور، و وقتی تو این کارو میکنی باید خب اونور کانترش هم ببینی دیگه. الان کانترشو وینتر ویار به خوبی همه چیشو کانتر کرده. امبر میدو خوب کانتر کرده، آیو اسلارکو خیلی خوب کانتر کرده با ناگا و دیسراپتر و اینا. پیکاشون خوبه. من به نظرم این گیم پیکای وینتر ویار بهتره روزشو بخوای، چون به خیلی از چیزای اینور جواب کافیو دادن، به خیلی از نقطه قوتای پیک اجدر جواب لازم رو داد. به به، اینم دینایشو کرد. خیلی بدم میاد بازی رو دایرکتد کامرا شروع میشه به جای فری کامرا، ولی خب باتل پاندا نزدیکه دیگه. چند تا روش استک داره؟ دوتا. آها الان روش 3 تا استک داره، خیلی اذیتش کرده پاندا. یه رنج هم میخواد. اون اصلا اسف سره دیگه، اسف یه ذره سره پیکش. به حال لسپیک هم داشتن، لسپیک های خوبی رو زدن. 6-3 به 3-0 هم مثلا. پایین چطوره؟ لاین داره پوش میشه سمت ونج شیکر. او اونور چی شد؟ اونور او وسط سولو کیل کرد. بذارینم چی شد. امبر رفت روش لول 2، لولش هم 3 شد. پاندا 2 بود. اینجا نتونست اتک آخر رو بده، چقدر بد شد. و اینجا هم کویل 1 رو برمیگرده پاندا بهش میزنه، چقدر بدشانسی آورد. یه اتک رو نرسید بده. امس اسف 305، امس امبر، امس اسف هم 305، امسشون یکسان بود. یه بعد از هیت نرسید هیت بعدی رو بزنه. خب من گولای رو بزنم. مونتستاشون یکی بود. چیزی محمد رو بلاک نکرد. خب اینجا ونج با 9 تا لستید، اسلاک با 14 تا لستید. به نظر میاد که لاینشون بدیش نیست، لاینشون خوبه. ویو بعدی هم داره پوش میشه سمتش، راحت داره فارم میکنه. خیلی هم نمیتونن فشار زیادی بذارن. باز واردو پیدا نکرد، واردو پیدا نکرد. این یونیت رینجر رو بیت کرد، آخرش هم کویل دومش رو زد. دقیقا یونیت رینجر رو بیت کرد که امبر بیاد با دوش لستر رینجر بزنه، بعد همینو
اومد دو کویلش کرد، خیلی خوب قشنگ آت پلیش کرد مپاندا. این چیه از وسط مپ این رد و برق میزنه؟ چرا شما میبینین چت اینا رو؟ چه خبره وسط چرا اینجوریه؟ آره دی پیو ملت داون کیک دبلیو. خب بالا دارک فیلو لول 3 شد، الان شاید تایمینگ بدی نباشه که یه ذره اصلا شاید یه دیسراپتری رو تنها گیر بیارن و اینا. بالا ناگاه که به نظرم میاد وضعش بد نیست، وضعیت اسراک ولی بهتره. نتورتی نگاه کنیم، اسلاک نتورت 2 بازیه، ناگا نتورت 4 بازیه. الان هم که شب میشه یه ذره کار برای لاین بالا سختر هم میشه برای وینتربر. امبر چیکار کرد؟ امبر هم دیگه کلن رفت جانگل. اسف هم که قاعدتا میخواد از این قضیه استفاده بکنه، پوش بده. آره دیگه فعلا بازی آروم. اسف با اختلاف نتورت 1ه، نگاه داره خوش رو میرسونه هانتر به جفتی. خب یه دونه آیا رو تونستم بگیرن با آرمور منفی و ماجیک میسایل آپگرید شده، اصلا چیز خوش رو نگرفته ارفان داد. ونجنس آورای خوش رو نگرفته، کامل رفته برای بیلد اکتیف. کلا فشار رو انمی ها گذاشته روی اولویت به جای فارمش. اینجا فکرم ویس با خیلی عالی زوم اینوری فیشر میزنه که هم آیو استانشه هم اسلارک استانشه. حالا روتیشن امبر باعث میشه که یا ونج بمیره یا دیسراپتر که خب به دو جهت مختلف فرار میکنن و باعث شده که یکیشون بمیره دیگه. اسف اینجا آها با فیشر دوتا چیز رو میگیرن. حالا امبرش پیش خیلی کمه، مجیک استیک دوتا بیشتر نداره، داره چیس میکنه زوم، ولی خب نمیخوام که منجی هم برسه. کویلش یه ذره پاندا بعد زد، ندیدش اصلا پاندا. ریندراپ داشت، ریندراپ داشت. چه فکر کنم زومو بتونن پانیش کنن به خاطر این اگریشن زیادیش. داره سعی میکنه افاگ استفاده کنه که در نهایت کیلش رو که تاور گرفت مال دارک فیلو شد. این رد و برقا نمیدونم چیه، جدی مال سروره، مال پی سیه، مال چیه؟ خب فالکن بلید رو خرید آرامانتر. آرام این چیز رو بلد نیست، این قانون تردش رو که با اینتل یوز میکنه با اجیل میاد بیرون. خیلی چیز خفنیه برای ناگا پلیرا، واقعا هم خیلی سریع میکنه فارمش رو. ببینیم بگیلیمس میرسه، بگیلیمس نرسید. خب خیلی کنم پاندا رو اینجا گرفتم. نه پاندا رسید، نایت سایلنس نگرفته. من فکر کردم کریپلینگ فیر داره ولی نداشت. یه دونه ونج رو شاید بگیرن، اینم گیلیمس میشه نایت استاکر میارزه. اوکی یه دونه ونج رو بدن، 5 نفر رو بکشونم پایین بالا فری فارم باشه. بعد بیشتر از یه دونه آفلین اینا بگیرن تا براشون بیارزه که 5 تایی بیان سمت لاین پایین.
یه ضرب آقاریم دیگه قاعدتا. یه ضرب آقاریم. شیکر یه 1200 دیگه بلینکش میاد. واردش رو دیوار کرد. ویژن ها رو بذاریم بهتون نشون بدم. میبر ویژن تیم اجدره. تقریباً از ساید خودشون ویژن دارن. دایر هم همینطور یه ویژن خوبی پشت تاور دارن که هنوز دیوارد نشده و میتونه خطرناک باشه براشون. تا الان مینه 9 بازی، مینه 10 بازی، 3K جلو هن. و اسلارک آیتم یک دیفیوژالو چیز کرده. نایت رو میزنن یا نه؟ کمن این ور چیکار دارن؟ اسف و اسف آیتم یول خریده، جالب شد. ترجیح داده ایول بخره، اسف فیزیکال اون شکلی نرفته، اسف ماجیکال رفته. من فیزیکال رو ترجیح میدادم. بعد ببینیم حالا پاندا با این اسف ماجیکال چی کار میکنه. دو سایلنس نرسید بکنه، دوشم میستاد. نرسید سایلنس کنه اسف و پاندا هم فرار کرد. اینجا فانتاسما سه نفر رو میتونه بگیره. یه سواپ خوب که نجات میده فانتاسما رو افاندات. حالا پنجششون اومدن بالا. کل این تایم آرام داره فری فارم میکنه دیگه. کل این تایم رو آرام داره فری فارم میکنه. ولی خب هی روتیشناشون فیل میشه دیگه بچه های اجدر. Radiant's bottom tower is under attack. چطوری هدایت؟ خوبی؟ خوش اومدی. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Loaded to the gills. خب این نه 1000 تاش نیومده. با این اینویز دارک فیلو ببینم چیکار میکنن. کلا ویژن سنتینیتی اینجا ندارن. فانتاسما قشنگ مطمئن میشه که اینجا وارد نشه باشه. یه ذره اینورتر از سنتری فانتاسما هست. فانتاسما لول 6 مینه 12 هنوز 7 نشده. خب سش خودش رو مهمه که اونو داره دیگه. آرام لول 10. این سواب شد. چیش کردن؟ اومد زیر تاور. چرا احتمالاً میسکیلی که چیزی کرده رو مینیمپ، احتمالش خیلی زیاده. میسکیلی که چیزی رو مینیمپ زده، رفته یه لحظه زیر تاور. خب اینجا گلیمز دارم برای چیز؟ نه اضافه شدن بچه های اجدر. امبری که داره دزول میره آیا؟ و پاندا که دوباره چیز میمیره دیگه، دوباره چیزو میکشه تاک فیلو رو. بالا یه دور اینجا مرد، یه دارم اینجا مرد. قشنگ گیمش خراب شد. نه رفت نتورت آخر ویکی. داره دزولیتور میره. قضیه چیه نمیدونم که بلایت استون خریده. دزولیتور میره، اورف کوروژه میره، چی میره؟ زمان برای میل استروم اینا بره خیلی بهتره.
تا دزولیتور خیلی خیلی میلسترون براش بهتره تو اینگسه کلن بره تو فاز ماجیک و اینا تا اینکه بخواد بره تو فاز اتکر، بخاطر اینکه ناگا آرمارش خیلی زیاده ایلوژناش و بیشترین چیزی که روش تاثیر داره ماجیکه برای اینکه ایلوژنشو بکشن. چه سهشی خوبی اینجا فانتاسما تو پوزیشنه. حالا این ورم زوم یه اکوی دو نفره میزنه ولی خب ریلوکیت میشن عقب. هنوز اینجا نتوستم بیان جلوتر. ویسپ یه تتربک هم باید بزنه و یه دونه همون امبر رو میدن دیگه. تو این فاصله آرام که فری فارمه فالکن بلید منتا مینه 15 مینه 15 منتا فالکن بلید که خیلی زیاده. حالا اسکادی هم داره میخره. خب تا اونجایی که میشد جلوی پوش ناگا رو گرفتم. کوریر آیارم بیخیال شد داره وی با الان فارم میکنم. خب وسط ویژن خوبی اینجا دارن اگه ساپورتر رو باشن. خب از این بالا ویژن ندارن بچه‌ی دایر. اسلارک گلیمز شد ماجیک مند فانتاسما رو تونستم بکشم. حالا اسلارکی که وان شات میشه با ایول خیلی خوب چیز نداشت، یک نداشت اون لحظه. چه این وان شات میشه. ناگا اولتی هم میکنه که هر کی مونده رو کارهای دفترش رو بکنن. فانتاسما نمیمیره، فانتاسما نمیمیره. اونورم پیدا میکنم ویسپو که شاید داشت فکر میکرد نجاتش بده. خیلی خوشبینانه بود که فکر کنه نجاتش میتونه بده و همین میرم برای تاور وسط. خیلی تمیز، خیلی خیلی تمیز بدون اکو فایتو گرفتن دیگه. سر اینکه اسلارک وان شات شد با کمبوی اسف نتونستن کنترل کنن. یه تاور رو گرفتن. این ور نایت استاکر رو چین استان میکنن، نمیتونه بیاد بالا سرش. بکنم یه سواپ نمکی بکنه بنچ که شیکر اونوری فرار کنه بین وینج و شیکر یکی بگیرن. شیکر هم اگر بره خیلی بد میشه ولی خب نه دیگه، پانس رو زد و واقعا دیگه زش میشد اگه شیکر رو هم میگرفتن. ریلوکیت هم داره جوک میکنه ارفان داد. دو نفر رو خیلی خوب میگیرن، واقعا نیاز داشتن به یه همچین چیزی. واقعا تیم اجدر نیاز داشت. چیز خودش هم زد البته شه انس رو زدن. خب کاملا میارزید دیگه، اولتی های دارک ویلو هم ریدی شد. خب دوباره میخوام مپ کنترل رو بگیرن دست خودشون. یه اسمو که نمکی میزنن سمت جانگل. ویژنشون هم الان اینطوریه. کیو میخوام بگیرن؟ امبر رو میخوام بگیرن. یه وارد فانتاسما باید به کار هنوز نیدنه. اسلاک تا بی کی بیش نیاد این گیم اصلا نفس نمیتونه بکشه. سر اینکه هم سانگ آف سایرن هست، هم شیش اسف هست، هم اکو اسلم و استانای شکر هست، هم سش دیسرابتر هست. خب پیک دو هم زدن دیگه، یعنی تو همون فیز یک اسلارک رو کشیدن، هر چی جلوش کشیدن پیکایی که جلو
امر همون ملسترو میره، دزول بی خیال میشه، حالا یا نمیدونم بلایت استونش میخواست کوروژن باشه یا دزول، ولی بی خیال میشه میره برای ملستروم بی کی بی، که به نظر من بهترین چیزم هست، بهترین انتخاب. من بیدار شدم، درفت گیم یک تموم شده بود، بعد دیگه گفتم تا پاشم و سیستم روشن کنم و اینا، رفته وسط گیم دیگه بی خیال شدم، گفتم گیم دو استریمش میکنم. ولی اونایی که استات گیم یک رو ندیدین، این بود استاتش، این اوورویوشه، تیم وینتربر 35-16 اجدر رو بردش، البته اولش یه ذره اجدر جلو بودا، ولی خب بعد سر فایت روش کله شد و این آیتماشونه، این صفحه لستیت و دمجدان و ایناشونه، بعد این صفحه اینا که کی مرده و اینا ساپورت آیتماشون، اینم لولایی که گرفتن در طول بازی. گفتم برای اونایی که ندیدن، گیمه یکشون اینطوری بوده، اینم گرافش بوده. خب امبر بلا فاصله بک میکنه و اسموکشون به چخ میره و تیم وینتربر یه چیز با آزهی که داره خیلی خوب فانتاسما رو همراهی میکنن واسه وارد کاشتن، یعنی گروهی موو میدن برای وارد کاشتن، اینشونو من خیلی دوست دارم. امکان نداره تو مثلا حسین رو در حال وارد کاشتن یا وارد دی وارد کردن بتونی بکشی بدون اینکه هزینه ای خودت بدی، یعنی مثلا یه دفعه در حال وارد کاشتن بین میره. خیلی کم دیدم این صحنه رو از تیم وینتربر، به خاطر اینکه به ساپورتاشون خیلی اهمیت میدن، به ساپورتاشون قشنگ اهمیت میدن، به مپ کنترلشون اهمیت میدن، یکی از خوبیاشونه، یعنی فرقاشون با بقیه تیمای ایرانی همینه. خب اینجا آرام دیگه داره باترفلای هم میخره به جای اسکادی، داره باترفلای هم میخره، از جهتی هم خب خیلی ایوی ماجیک دمیج هنوز زیاد ندارن دیگه، اکثرا اسلار که باترفلای بخره خب اسلارکی کار خاصی نمیکنه دیگه، امبرم یه جورایی دیگه فقط ماجیکش مهم میشه. خیلی سفتینگی کرد اینجا بلینک، بلینک و بی کی بی پاندا هم اومده. فیشر آها فیشر هم مکس افترشاک، مکس انچنت مونده، روش ممکنه بخوان برم به خاطر اینکه سمت لاین پایین امبر رو میبینن، کاملا مپ کنترل اینجا دستشونه، آن اسم ابزروارد نداره، ولی خب با هم یه سنتری کار در میارن. پیش پیش میکنم من، مرسی از مهدی، ایده ای ندارم مهدی هدست چی خوبه تو اون رنج قیمت راست شو بخوای، ولی الان تعجب هدست بزنیم، از هدست خودم خیلی راضیم، از اسکای پی سی گرفتمش واقعا خیلی خوبه. ایده ای ندارم، هم الان تعجب هدست بزنی میاد، هم الان تعجب اسکای پی سی بزنی میاد، جفتشون میاد. اسکم نه، اسکم نداریم فعلا، اسکم رو میذاریم برای بعد از این گیم، اسکم استریم فعلا کنسله. تایمین خوبی پاندا نتورتیه که جالبه، با وجود اینکه کلی لستید زده، 230 تا لستید زده ناگا، ولی پاندا نتورتیه که خود پاندا هم 200 تا لستید زده، یه دونه ایلوژن همیشه ناگا پلیرهای خوب میدن. آه اسلاک رسید به 6، یه ذره تایمینگشو بد زد پاندا، یه کمی تایمینگش بد بود. ناگایی که ایجیس داره با ساده داره تاور رو میزنه، بعد دیگه جمعشن بغل هم، چون نایت استاکر داره تهدیدش رو میکنه، نباید بذارن که فانتاسما رو بکشه،
بعد جمشن بغل هم اینجا حالا یه پاز تکتیکال پاز برای تیم اجدر. این ایموت میلک عالیه. خوبی؟ خوش اومدی رزا جون. خب فعلا گیم پازه دیگه. پوینتر درست میکنم، کرپ و قرار شد پنجشنبه جمعه درست کنم دیگه. من تازه بیدار شدم، حالا امشب بشینم پشت ببینم چیکار میکنم. امشب جوج داریم؟ جوج که نه، ولی شاید کباب و اینا داشته باشیم. چطور بود؟ جاج کیوپید میزنیم حالا. به یوتیوب سلام کنید چت. های یوتیوب بزنید. دیر اومدی امروز، حواسم هستا. سج رضا از وسط گیم یک، از اول گیم یک بیدار شدم. من دو روز بود نخوابیده بودم دیگه. امروز صبحونه رفتم بیرون از 12:01 بیشتر، این طورا که رسیدم خونه دیگه خوابیدم. شنیدم بعد بازی جاج داریم. جاج هم داریم بعد بازی. خودم تازه و آنم صدا شدم. کیک نریم. من بوسم میکنین. چقدر کم بود محبتی تو چت داریم. جمع کنید خودتون رو، سنگین باشید. آفرین. پس فردا میگن کامیونیتیش فلانه، پشت سرمون حرف در میارن. جنتلمن باشید. آفرین. اکچولی چت رو اسکرین نیست، هست. بی خودی نگو. خب آقا دازه چت رو بردارم بریم. خب آقا سشه دیسرابتر بسیار عالی. بسلاک بی کی بی دیسینگیج میکنن بچه ها. آها حالا شیه ناگا و متاسفانه بدلمی که میکشه استفانو و خوشبختانه برای تیم اوخش چه اکوی زدن تیم اجدر که اینجا بلند بشه. باید ناگاه فول اچ پی فول مانا طرف بشه. کل دیوریشن سنرش هم قرقره کرد نایت استاکر رو. فقط تونستن همون اس اف دیسراپتر رو بگیرن. یه اکوی فوق العاده از زوم زیگزاگ که رفتن دنبال امبر که بکشنش. امبرو بی خیال شد آرام، بی خیال شد. نه بی خیال نشد. رکس رو بالاخره میگیره و کیک بای. اکوی بسیار بسیار خوبی زد مهارزتون. آیا کجا بردش؟ آیا بردش لوکیت این و 14 که میره 24 جلو هم دیگه. اوف فیش چقدر بد پشتنش. 6 رو بی کی بی داشت، 6 رو بی کی بی هم داشت. انتظار نداشت اینطوری دمیج بخوره از ناگا. اصلا انتظارش رو نداشت اینجوری ناگا دمیج بزنه بهش. حالا ستاپی که با فیشر رو ماجیک میسایل میکنن و رکس میدم گرفتن دیگه بدون ایجیس بدون دخالت دست. البته هر وقت بخوان برن سانگ آف سایرن دارن. خب اینجا با شه اسف و ایول و فیشر ستاپ میکنن امبر رو میکشن.
بعد واسه کامل 5 تا شدن این بچه های اجدر های یه دونه یه دونه دارن سوخت میدن. یه دونه دارن سوخت میدن به زهرشون شده. الان هم که دیگه کل مپو دارن فارم میکنن. وینتر بر 19 که تقریبا 20 که دارن عقب میفتن و فیشر تیپی که دارک ویلو چیز داشت، ترورایز داشت بکنم کنم ترورایز داشت دارک ویلو نمیدونم کول دان بوده چی. رید دریاب چرا صده رید نیومد؟ رید کی بود بذار ببینم. وید یونیکس پاگیز بابا وید یونیکس تو چه بودی و کجا میزیستی عزیزم؟ وید یونیکس عشق من چت، اگه نداریدش فالوش کنید حتما. هم پلیر خوب هم پلیر با اخلاق. بذارید ببینم این بر چی شد. امبر رو کشتن، دیسرابتر با وین سواب میشه. اوخش اینجا ناغا داره رنده میکنه ولی ترورایز یه سری ها میفرسته عقب. حالا سانگ آف سایرنی که نایتو که نمیگیره چون بی کی بیه، این بر اسلارکو میگیره. آیو هم که برمیگرده از ریلوکیت همون اسلارکو میکشن دیگه. شیش نداشت، بی کی بی هم نداشت، اصل کار همون اسلارک بود که کشتنش. وید یونیکس چطوری؟ شات ها تو وید یونیکس تو چت هم موجی کامنتشو زد. او رفتن تو فانتین. آره رفت. خب مینه 27-15 که اختلاف مینه 27-15 که اختلاف موتونلی هم برداریم دیگه و گیم دو رو خیلی راحت تر از گیم یک بچه های وینتربر میتونن ببینن. بازی یه نگاه بکنیم ببینیم چی به چی بوده. بازی رو نگاه بکنیم ببینیم چه جوری بوده. 171 لستید، 302 تا لستید آرام، 237 تا این ور صف، 6K دمج دان، 14K 2K 6K این ورم، 5K 11K 19K آرام، 22K و پاندا و دمیجا خیلی عدداش کمه دیگه. خیلی زود بازی تموم شده، بازی مینه 27 ترون شده و اینم گرافیک که خودتون مشاهده میکنید. خیلی نیاز به توضیح نداره چت.